میدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این با تشکیل حزب رستاخیز در سال 1354 شاه نه تنها انقلاب شاه و ملت را جریانی دائمی می‌دید، بلکه آن را انقلابی اجتماعی می‌نامید که همه جامعه را باید در بر می‌گرفت. همه این کوشش‌ها در اساس اصول انقلاب اجتماعی ایران و انقلاب شاه و ملت انجام می‌گیرد. خود شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ نوشته است که تشکیل حزب رستاخیز وسیله ای بود برای بسیج نیروهای ملی در راه ترقی و گفت و شنود سیاسی. داریوش همایون از اعضای برجسته حزب میگوید هدف ایجاد فضای باز سیاسی و مشارکت مردم در امور بود. اصل تشکیل حزب رستاخیز از شکست نظام دو حزبی برخاست که به بن‌بست رسیده بود، برای اینکه حزب ایران نوین صرفاً یه ماشین سیاسی بود. کسانی که به مقاماتی می‌خواستن برسن در اون حزب بودن یا کسانی که به مقاماتی رسیده بودن، ولی همه کسانی که به مقاماتی رسیده بودن در اون حزب بند نمی‌شدن به اصطلاح، برای اینکه اون حزب می‌خواست مداخلات در کار حکومت بکنه و اونا حزب رو فقط یه نردبانی می‌دونستن. حزب مردم هم که هر سال یه دبیرکل از دست میداد برای اینکه نمیدونست چه کار بکنه، کمترین انتقادی که از اوضاع میکرد به خود شاه برمیگشت. شاه در ترتیب دادن انتخابات درمونده بود با نظام دو حزبی اون وقت، و انتخابات علت اصلی تشکیل احزاب بود در ایران. اگه لزوم انتخابات نبود اصلا نوبال حزب نمیرفتن. علاوه بر این، مشکلات کار توسعه ایران همون وقت آشکار شده بود. در سال 53 میبایست یه تغییری در نظام حکومتی داده بشه و با اون نظام حزبی امکان نمیداشت، برای اینکه یه منافع مستقری در اون نظام به وجود آمده بود که کسی نمیشد تکان داد. دانش شاه سعی کرد مشکل سیاسیش رو با تغییر دادن نظام حزبی آسان بکنه یا حل بکنه. هدف شاه هرچی که بود، به گفته فؤاد روحانی، برداشت و تصور مردم کاملا متفاوت بود. مردم اینطور تصور میکردن، اگرم واقعا اینطور نبود، که هیچ اقدامات صنعتی، تجارتی، اقدامات فردی، هیچ کدام بدون یک نوع توافقی با دستگاه دربار و هیئت حاکمه عملی نیست. یعنی هیئت حاکمه به اندازه مسلط بود به تمام جنبه های زندگی مردم که نمیشود گفت که آزادی وجود داشت. ولی خب این عقیده عمومی این بود، به قول یون که میگوید که فرق هست بین حقیقت و اونچه که مردم خیال میکنن حقیقته، ولی نتیجه هر دوش یکیه. میگوید اگه یک کسی خیال کنه که با من دشمنه، بچه که من دشمن نیستم و بیاد من بکشه، خب من کشته شدم. ولی که هرچی من بگم من دشمن نبودم، میگه فرق نمیکنه. فکر او اینه که تو دشمنی. در ایران هم یه همچین حالتی پیدا شده بود. یعنی مردم ولو اگر همینطور نبود، حالا بنده نمیدونم، شاید هم تو اندازه بود، ولی اگر هم نبود، مردم عقیدهشون این شده بود که هیچ نوع آزادی ندارن. نه آزادی عمل تجارت دارن، نه آزادی افکار دارن، نه آزادی نشریات دارن. این فکر مردم بود. البته بنده خیال میکنم تا اندازه‌ای واقعا افراط بود در این فکر، ولی فرق نمیکنه، مردم اینجور فکر میکردن. و این فکر نارضایتی که عرض میکنم، هم از اینکه مطابق با واقعیت باشه یا نباشه، اثرش هست. این اثر یعنی در تمام جامعه یک حالت نارضایتی به خودش گرفته بود. برای مخالفان مداخله در امور و توسل به حزب فراگیر نشانه‌ای دیگر بود از استبداد که به گفته مهندس بازرگان مظهر آن شخص شاه بود. زمانی بود که از همه طرف در واقع اظهار نارضایتی می‌شد و این وحدت تقریبا در بین مردم به شاه و وجوه مختلف پیدا شده بود که منشأ بدبختی ها و گرفتاری های مملکت در واقع استبداده، برخلاف گفته مصدق که شاه در نظام مشروطیت سلطنت می کند نه حکومت، یعنی نباید حکومت بکنه و سلطنت هم یه امر تشریفاتی بیشتر نیست، حالت یه پرچمی رو داره، ولی خب همه چی دست شاه بود و دیگه نارضایتیش به همه طبقات، حتی به افسرها و به خود
کارمندان دولت و وزرا اینا هم رسیده بود. یکی از نزدیکان شاه اردشیر زاهدی بود که نه تنها با تشکیل حزب بلکه با شرکت اجباری در آن مخالف بود. من اصولا مخالف یک حزبی بودم و راجب رستاخیزم شاید تنها کسی بودم که حتی وقتی که کاغذ فرستادن به امریکا، کتاب فرستادن اعضا، به همکارای خودم گفتم هر کس دلش میخواد میتونه بنویسه در اینجا امضا بکنه و به همین دلیل خودم هم اون رو امضا نکردم. به اعلیحضرت عریضه‌ای نوشتم که اون نامم هست، دستخط اعلیحضرتم هست که تصحیح فرمودن حرفای منو. گله‌مندم شده بودم که چه در ایران به دروغ گفتن اینطوره، حق رو به من داده بودن. گرچه شاه گفته بود هر کس به حزب رستاخیز نپیوندد باید از کشور برود، داریوش و همایون میگوید حتی این سخن شاه هم تشویق بیشتر به مشارکت در امور بود. شاه یک چنین سخنی گفت در هنگام اعلام حزب رستاخیز، ولی حزب رستاخیز هرگز چنین سخنی نگفت و یک نفر هم وادار به خروج از ایران نشد به دلیل اینکه به عضویت حزب در نیامده بود و خیلی هم در نیامدن چون اصلا عضویت نداشت این حزب. یک نشانه این که این حرف در سطح سیاسی بی‌معنی است، اگرچه در سطح روابط عمومی معنی خودش رو داره، همینه که اصلا کسی کارت عضویت نداشت که معلوم بشود باید از مملکت برود بیرون یا نرود. اصلا صحبت ها نبود در حزب. یه حزب غیر رسمی خاصی بود، یه چیزی به ترکیب غریبی بود، فقط در ایران هم پیش آمد و بس. این از طرفه های تاریخ ایرانه و باور کردنش دشواره، ولی حقیقتا اندیشه‌ای که پشت سر تشکیل حزب رستاخیز بود باز کردن فضای سیاسی بود. شعار غالب بر حزب رستاخیز مشارکت بود. مشارکت یک کلمه جانشینی بود برای دموکراسی. از دموکراسی زیاد نمیشد صحبت کرد، برای اینکه فرض بر این بود که ایران دموکراسی هست، فرض رسمی البته بر این بود، ولی خب دموکراسی بود که درش مشارکت مردم وجود نداشت. مشارکت شعار حزب رستاخیز بود و تلاش حزب رستاخیز هم برای افزایش این مشارکت بود. نمونهش همین بود که سازمان حزبی به هر حال به دورترین جاهای کشور و پایین‌ترین واحدهای جمعیت و تجمع هر دو رسید و رویاروی قرار دادن مسئولان کشور با مردم در شهرهای مختلف، در جاهای خیلی دور افتاده که هم چیزهایی اصلا ندیده بودن، اینا همه تلاش‌هایی بود برای افزایش مشارکت مردم. در هر حال حزب رستاخیز نتوانست بر مشارکت مردم در امور بیفزاید، اما ناراضیان و مخالفان مشارکت خود را در گفت و شنود ملی که مورد نظر شاه بود با اعتراض به خود او آغاز کردند. یکی از آنها علی اصغر حاج سید جوادی بود. نامه‌هایی که بنده شروع کردم سال 1354 بود و علت نوشتن این نامه‌ها همین بود که مسئله تشکیل کمیسیون رسیدگی به ضایعات بود که به وسیله شاه اعلام شده بود و رسیدگی به اسلام مسائل فساد و زیاده روی هایی بود که باز هم دومین کمیسیونی بود که زیر نظر و ریاست آقای معینیان رئیس دفتر شاه تشکیل شده بود که به اسلام به گزارشات برنامه هایی که دولت و وزرا در دست اجرا داشتن و انجام نشده بود رسیدگی میکرد. به این مناسبت من این دو نامه رو نوشتم و محور اصلی و زمینه نامه ها هم این بود که به اصطلاح چون شما حقوق مردم رو زیر پا گذاشتید و در نتیجه استبداد و به اصطلاح خودکامگی که خود شخص شما اعمال میکنید، بنابراین این دستورهایی که شما صادر میکنید و این کمیسیونهایی که الان معایب رژیم اقتصادی اجتماعی و سیاسی آشکار شده و شما در صدد رفعش هستید، تمام اینا راه حل سیاسی داره و اون هم راه حل آزاد کردن جامعه، راه حل بازگشت دموکراسی و بازگشت به مشروطه و حقوق مردمه. جمعی از سیاستمداران ملی هم که از حکومت برکنار بودند نامه‌ای سرگشاده به شاه نوشتند. یکی از آنان دکتر شاپور بختیار بود. ما در یک موضوع همه متفق القول بودیم، این است که این رژیم قانونی نیست به علت اینکه قانون اساسی که مبنای اون حکومت مشروطه است محترم شمرده نمیشه. ولی یک خط داشتیم که اگر قانون اساسی اجرا بشه مسلماً مملکت خیلی از مسائلش حل میشه که اولین مسئله مهمش حرمت به قانون و حرمت به ایرانیان متقابلنه. و این نامه که شما میبینید اغلب قسمتهاش به قلم آقای بازرگانه که خودش بعد امضا نکرد. او میگفت که بایستی که
100 نفر امضا بکنند. استدلالی که ما میکردیم همه میگفتیم آقا اشخاص سرشناسی امضا بکنند که وقتی شاه میخانه نامه را یا نگاه میکنه نپرسه این کیه؟ این کیه؟ این کجاییه؟ این نمیدونم چه کرده؟ سابقه چی بوده اینا؟ پس اگر بخوای 2000 نفر شما بکنی معنا نداره. 10 نفر و 15 نفر رو میشه جز، میشه گفت آقای دکتر صدیقی جناب عالی امضا کنید، آقای مهندس خلیلی شما امضا بکنید، آقای نمیدونم سروری احیانا صحبت کنم شما امضا کنید، اینا رو میشناسن مردم و خود شاه هم در هر صورت کم و بیش آشنایی با اخلاق رویشون داره. از این جهت ایشون امضا نکرد و این رو میذارم کنار که سلیقگی کرد. بالاخره نامه نوشته شد و به همین ترتیب که دیدید امضا کردیم. دو شماره برای دربار، یکی با سفارشی، یکی به طور عادی فرستادیم، برای سازمان امنیت فرستادیم و 48 ساعت هم به هیچ جای دنیا مطلقا اطلاع داده نشد. اطلاع داده شد یه نامه نوشته شده ولی چه بوینا هیچ کس. گفتیم نامه تو به احترام مقام سلطنت ما 48 ساعت یا 3 روز صبر میکنیم تا این نامه به دست صاحبکار برسه، بعد اون وقت میکنیم. همینطور هم عمل کردیم. شاه وقتی که این نامه رو میبینه نصیری رئیس سازمان امنیت رو میخواد تا بگه اینا یه مش آدم های منفی بافن، پرت میکنه کاغذ را و این نامه هست. نامه است خیلی آبرومند از نظر احترام به شاه. آریا مهربازی توش نیست ولی به پیشگاه اعلی حضرت و همایون، چیزی که در قانون اساسی هست. ما هم نه یاقی بودیم نه چیز بودیم، حرفای منطقی رو میگفتیم و حاضر بودیم که بشنویم. دو نامه خیلی ساده است که ما از شما که ضامن اجرای قانون اساسید انتخابات آزاد میخواییم. شما پادشاه غیر مسئول و نگهدار قانون اساسی هستید و اون چه که در اونجا نوشته یه یاداوری است که به ایشون اونجا شده. هیچ چیز اهانت آمیزی مطلقا درش نبود. با وجود این به قول نظامی گنجوی که میگه گر سخن راست بود جمله در، تلخ بود تلخ که الحق و مر. چون حق تلخه ایشون بدش آمد از این موضوع. البته خود مهندس بازرگان که متن اصلی نامه را نوشته بود میگوید که به دلایل اصولی نامه را امضا نکرد. تا اون موقع عده خیلی کمی و از جمله نهضت آزادی و بعضی از دوستان جبهه ملی تنها تقریبا خب توده یا مربطه سر جای خودشون اینها بودن که اعتراض میکردن. اون موقع این فکر آمد که حالا که این وضع پیش آمده و صدای اعتراض و فریاد تقریبا از همه طرف هست، یه نامه یه نوشته‌ای در میاد که امضا کنندش منحصر به نهضت آزادی یا جبهه ملی نباشه، بلکه هم بازاری ها هستن، هم دانشگاهی ها هستن، هم کارگرها هستن، هم استادا هستن، هم از کنم که نظامی های نام هستن، همه در واقع اعتراض کننده باشن. شروعش و پیشنهادش از طرف ما بود، یعنی در همون نهضت آزادی بود و خب بندم بیشتر قلمش قلم بنده بود، نسبتاً هم تند بود، یعنی صریح بود، صریح بود و معقول و معظم، ولی خب سریع به شاه. و اینو ما خیلی عرضه کردیم که به اصطلاح اشخاصی که موجه هستن و شناخته شده هستن از طبقات مختلف اینو امضا بکنن، از جمله به دوستان جبهه ملی هم عرضه شد. اون آقایون یعنی مثلا آقای دکتر بختیار مخالفت کردن، گفتن نه ما نمیخوایم باز اشخاص مختلف بیان و بعد بلوا و جنجال و نمیدونم هر جمع هرجی باشه، باید همون کسانی که تا به حال رهبری داشتن، رهبری جبهه ملی یا رهبری مبارزه رو داشتن، فقط اونها امضا بکنن. بهشون گفته شد که این نامه به عنوان رهبری نیست، ما نمیخوایم با این نامه در واقع یه حزبی درست بکنیم یا یه جمعیتی درست بکنیم که مثلا بنده رهبرش باشم یا شما باشید یا دیگری باشه یا فلان باشه، ما میخوایم یه صدای ملت در بیاد. خیلی اون آقایی اصرار کردن که نه، خلاصه حاضر نشدن، ما هم حاضر نشدیم، بنابراین اونها به امضای خودشون فرستادن و ولی اون که با امضای اون سه نفر امضای خصوصی اون آقایان بود، ولی اصل نامه و پیام نامه یه نقطه عطفی بود در تاریخ ایران.
و به گفته دکتر کریم سنجابی، یکی از امضا کنندگان، نوشتن این نامه واکنش‌های تندی به دنبال داشت. اول فکر این بود در واقع یک نامه عمومی به شاه بنویسیم، ولی افرادی بودن محافظه‌کار بودن امضا نمی‌کرد. افراد دست دوم شاه اونا رو نمی‌شناخت. این بود که مهندس بازرگان و آقای بختیار و آقای فروهر با بنده صحبت کردن، من موافق بودم که یک اقدامی بکنیم و به نظر من آمد که یک نامهی به شاه بنویسیم. نامه را آقای بازرگان نوشتن، دادن به من، اصلاح کردن. بعد آقای بازرگان 6-7 نفر از رفقای خودش را معرفی کرد که امضا کنن. ما گفتیم به ایشون آقا این نمیشه، یا باید امضا وسیع باشه یا عده معدودی باشه که بر شاه معلوم باشه. این بود که بازرگان حاضر نشد امضا کنه، بنده امضا کردم، فروهر و بختیار امضا کردن، برای شاه فرستادی. بلافاصله واکنش نشون دادن، در خانه من را بم زدن، در خانه فروهر را بم زدن، ولی با بختیار کاری نداشتن. این واکنش های تند منحصر به سیاستمداران نبود. هواداران و بنیادگذاران جمعیت‌های سیاسی و حقوق بشر که با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در تماس بودند، نیز به گفته علی اصغر حایست جوادی از گزند مسون نماندند. اون موقعی که شروع کرده بودند به زدن بعضی از افراد و گذاشتن بمب در منزل‌ها و تلفن‌های تهدید، در همون موقع رئیس فدراسیون حقوق بشر آمریکا آمده بود ایران و در مذاکراتی که شد گفت که من در شیراز همراه شاه بودم و به ایشون تذکر دادم که ما یه موافقتی کرده بودیم برای باز شدن بسیار فضای سیاسی و ما الان که گزارش ما رسیده است می‌بینیم که شروع شده به زدن و گرفتن و ایجاد رعب و خفقان. و در همون بود که بعضی از آقایان رسیده بودن، مثلا جلوی منزل آقای مهندس بازرگان بمب گذاشته بودن، آقای دکتر پیمان رو برده بودن در صحرای کرج کتک زده بودن و به تلفن‌های تهدیدآمیز به ما می‌کردن. علی‌رغم این اقدامات، وضع زندان‌ها به گفته داریوش و همایون در سال‌های آخر بهتر شده بود. فراموش نکنید که صلیب سرخ دو بار به بازدید زندان‌های ایران آمد. شمردن زندانی‌های ایران رو، 3300 تا بیشتر نبودن. بهترین رفتار با اون زندانیان می‌شد. مصاحبه می‌کردن باشون، آزادانه هر جا می‌خواستن می‌رفتن. ما اون وقت هرچی از این کارا میکردیم جز دشنام نصیبی نمیبریم، ولی بود این چیزا، این پیشرفتا داشت میشد. یکی از وکیلان مدافع زندانیان دکتر کریم لاهیجی علت کاهش بدرفتاری را فشار بین المللی میداند. صدها ناظر بین المللی توسط سازمان های حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانا به ایران میان و یا در محاکمات گروه های سیاسی یا اعضای وابسته به دو جریان چریکی شرکت می کنند و یا اینکه در هر حال با مصاحبه های متعدد با شاه، با هویدا، با وزرا، با حتی مقامات دادرسی ارتش، اینها رو در جریان اعتراضات بین المللی که در حول هوش مسئله زندانیان سیاسی و شکنجه و بدرفتاری با اونها در اون زمان انعکاس داشت قرار می دن. و شاه هم نظر مسائل بین المللی از یک طرف از خودش میخواست یه چهره متمدن مدرن باب مناسبات و روابط بین المللی معرفی بکنه، در پرسپولیس در تخت جمشید جشن بذاره و تمام رجال و شخصیت‌های دنیا و سلاطین رؤسای جمهوری رو دعوت کنه، از یک طرف هم تحت فشارهای بود. اینی که روی این فشارها اینها مجبور شدند یک حداقل کنترلی رو توسط سازمان‌های بین‌المللی بپذیرند. در تابستان 1356 نارضایی‌ها به اوج رسید. نامه‌های سرگشاده افزایش یافت و انتقاد از اوضاع سیاسی و اقتصادی حتی از زبان نزدیکان شاه هم شنیده می‌شد. شاه سرانجام به فکر تغییر دولت افتاد و به صدارت 13 ساله امیر عباس هویدا پایان داد. اردشیر زاهدی از مخالفان هویدا و دولت او بود. مردم اظهار نارضایتی میکردن، جریان کمبود برق و غیره پیش آمد که علازت ناراحت تر شدن. خود من هم به عریضه بارها حضورشون نوشته بودم و ازشون استقرار کردم که چون این جریانه من اجازه بدن مرخص بشم. بعد من فرمودن که دستخط فرمودن که نه، شما اونجا باشید، این جریان هم تا چند هفته دیگه عوض میشه.
بهشون عرض کردم که این رو ممکنه بفرستید، حتی 1,000,000 هم بهش بدید بره در اروپا کیف بکنه، یا بفرستش دانمارک یا چیزی دیگه. بعد علازات فرمودن که این آمد اینجا و من خجالت کشتم و بالاخره بهش گفتیم که بیاد در وزارت دربار. این بود که به من فرمودن از اونجا از کالیفرنیا آمدم رفتم به جنوب فرانسه، مرحوم علم که سرطان داشت اونجا مریض بود، که با او صحبت کنم، چون به اونم چیزی گفته نشده بود وقتی اعلام کردن که این میشه وزیر دربار، که مرحوم علم استعفا کرد. از اون طرف هم اعلیحضرت از کاراش قدردانی فرمودند و اینا پخش شد در اون وقت. به گفته علی اصغر حاج‌سه جوادی، شاه عملا هویدا را قربانی کرد، اما رفتن هویدا نیز خبر از این میداد که شیرازه امور دیگر از هم گسیخته است. فضای بسته سیاسی در سطح شهرها، در سطح دانشگاه، در سطح بازار، در سطح حوزه های علمی شکسته شده بود. یعنی مسئله نارضایتی آشکار شده بود و شاه دیگه نمیتوانست حکومت بکنه و به این ترتیب بود که هویدا رو قربانی کرد. بنابراین رفتن هویدا در واقع نشون میداد که زمینه قدرت حکومت، قدرت رژیم به طور کلی سست شده. و بنده اشاره میکنم به مسئله‌ای که گویا ظاهرا لنین میگه، میگه انقلاب در یک صورتی به وقوع میپیوندد که یا دولت نتواند حکومت بکنه یا مردم زیر بار حکومت نرن. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.